چمن زور نداشت، نمک زور بود. سال اونو با دستگاهی روشن کلوب بلخی وحدت گذاشتم. یک دیگر مسافه یک خیل باشد، مسافه یک خیل باشد. دسته یک زمان مشهور هولبوکی باسه اینک 20 سال است که در لیگ یکم بازی میکند. ناحیه واسه را کوهی نمک خواجه مومن که ذخیرهش برای صدها سال بسنده است و قلعه هولبوک شهره آفاق کردند. قلعه هولبوک یکی از قدیمترین یادگاری ها در تاجیکستان بوده، کاوش های ارخیالوگی سال های 50 اصل گذشته و 2006 دوران صاحب استقلالی روشن کردند که بنیاد این یادگاری تاریخی با اصل های 9-11 راست می آید. سال 1999 هولبوک به فهرست یادگاری های میراثی یونسکو شامل کرده شد. فکر داریم بیننده زکی علکی پای برد که هدف یادرس گشتن از اسم هولبوک در برنامه فوتبال تاجیک و چی خاطر است. یکی از سابق قدران فوتبال واسه سابق بازینگر و سرمربی دسته هولبوک صلاح الدین بخاریف میگوید دسته به نام همین قلعه نامگذاری شده است. سالوی 81 82 یک زیبا گفتنی زن ارخیالوگی آمده بوده همجا را میکو بعد هولبوک همون سالا گویا که معمول شده خلق هولبوک هولبوک توی وقتا اکثریت نمیدونستن چیزا. بعد همون هولبوک ها گویا که یک اصولوی تاریخیش کافتن و هولبوک در گزید تلویزیر هولبوک چی ما هم دستر هولبوک موندیم توی امروز های هولبوک هست. اما تا این مثل دسته های دیگر تاجیکستانی سویتی، هولبوک نیز با نام های دیگر در چمپیونات تاجیکستان برآمد میکرد. دیگر نام ها داشت، پختکار نام داشت، تی 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 میموندن، هرچی در چمپیوناتی سابق ولایت کلوب بازی میکردیم در حدود همین ولایت کلوب. بنابر نقل این سابقه دار تهجای میدان حاضره ورزشگاه امروزه شورازار بود و ایشان بالای نمک بازی میکردند. کمبودی در آن بود که ورزشگاه مون چمنزار نداشت، نمکزار بود. ورزشگاه را با یاری حبیلو تبرش محروم با حشر همین ورزشگاه را ساختم و چمنزار شد. میدریدن پو میکندن هم یاره میشید با نمک که میزد با تیسر میدویدیم لیکن همین احوال بود. هولبوک در سابق از دسته های حرفوی تاجیکستان بود و در سطح اتفاق نیز دستاورد های بد نداشت. موفقیت های کمانده هم بسیارن. بازی بین الخلقی در اینجا گذارانده با عسکری کابل دهم اکتبر سال 90 که غیر از ما و غیر از پامیر دوشنبه دسته عسکری را هیچ کس نبرید. میتالورگی ترسونزاده را برید عسکری، وخش قرغانتیپه را برید، لیکی در ما 1-0 خیلی اقبال اون بلندی کرد بریدیم. برآمد دسته در مسابقه توبی چرمین تا کنون از دستاوردهای بزرگ فوتبال آن وقته تاجیک گواه است. ما وقتی که اینجا رفتیم با گروه اس داخل شدیم، در اون گروه چیز بود اوکراین، رسفسر یک، شهر مسکو، لاتویا، آذربایجان. این یک ریسپولیک های بودن که من خیلی تجربه هم نداشتم، لیکن من خیلی فکر میکردم که تمام دریجه من جای آخران هم میگیرم، لیکن یکم بازی که از پویس خم بیدم بچه ها با میدان رفتم یک نیم ساعت پس بازی شد، اوکراین را به حساب کلان 6-1 بریدیم. 6-1 وقتی که بریدیم چور میدان را اعلان کردن که تاجیکستان اوکراین 6-1 بریده، گروزین، ارمیان،
دیگر ملت ها می آمدن به هم لحظ خچان بچه های مورا نگه می کردن یا چه خیل می گه بریدن لیکی بریدن بچه ها بریدن در همو بیست چند سالی که تو بی چرمین وجود داشت یگان دسته تاجیکستان خیل حساب کلان جای سیم گرفتگی نبود. موفقیت از همه بزرگی دسته هولبوک در چمپیونات در لیگ اولی جای دویم سال 1997 سال 98 در فینالی کوبوکی تاجیکستان بازی کردن در 2-1 خوجنده مغلوب شدن. دسته یک زمان مشهور هولبوکی بوسه اینک 20 سال است که در لیگ یکم بازی میکند. مسلم است که مخلصان دسته هولبوک خیلی پزمان آنند که این دسته در لیگ عالی بازی کند و به خاطر به لیگ عالی برآمدن امسال راهبریات ناحیه بوسه به دسته مربی خیلی موفق را دعوت کرده است و درباره نقشه های آینده و آمادگی دسته هولبوک با موسم امسال ما با سراغ هولبوک با واسه اومدیم. اکنون برای پیاده کردن هدف اصلی و اصولی رهبریت دسته مربی پر تجربه قناعت لطیفو که چند پیش در چین کسب تجربه کرده است دعوت نمود. بعد از اون که از جمهوری خطای به وطن برگشتم با تشبوسی سرداری دسته ما رو به دسته هولبوک واسه یکمی مرد دعوت کردن و دو هفته شدیم و تمرین ها رو در شهرک واسه سر کردیم. آمدن سرمربی نو نه تنها اوضاع دسته رو عوض کرد بلکه به گفت بازیگران در روند تمرین ها نیز دیگر گونه های کلی به چشم می خورند. مهمتر از همه دسته سرمربی رو خیلی خوب قبول کرد. ترینر نو اومدگی های روبری نو اومدگی بهد این کسا ما سلوی زیاد میشنوشم خیلی اومده بهد بچه را مشق دادسته بچه همه باورش کردستن همه گوش میکنن مقصد باوری کردسته که مقصد بازیمون یکشون را بعد از اومدن مربی نو در مشقه ما بسیار تغییر لواخو شد و بسیار مشهور دیگر شد. سرمربی نو خیلی سرمربی خوب است با تجربه است. در خوجان ترینگر کرده، در سامانی دنگره ترینگر کرده، در استقلال بدک. بله ترین نو اومگی خوب است. قنوات لطیف هم میگوید او را ضرور آمد انقریب هیئت دسته را پر را عوض کند. امسال هولبوک را بیشتر از 10 بازیگر ترک کرد. حاضر در دسته از سال گذشته 12 بازیگری که در سال 2019 در چمپیونات جمهوری تاجیکستان بلی لیگ یکم برآمد میکردند از دسته رفتند. بسیاری آنها به دسته های روشن، کلوب، بلخی، وحدت گذشتند و فکر میکنم که این یگان مشکلی ندارد چون که ما توانستیم که به دسته واسه حاضر از حساب بازیگران محلی و دو بازینگری دسته سامان، دو بازینگری دیگر از دسته دوشنبه دعوت کرده ایم که آنها از دسته شامنصوری شهر دوشنبه و یک بازینگر از دسته حاصلات فرخار در دسته تمرین می‌نم. یا سه نفر رفتگی از وحدت بازی دارد، ای محله 83 بازی دارد یا پنج نفر بازینگری نو گرفتگی. آنهایی که سالی پار در دسته بازی میکردن خیلی کمند، اما هستند و سرمربی با تجربه آنها تکیه میکند. 19 سال شد در همین هولبوک نویه واسه بازی میکنم با مربی نو وردگی اکه خانوات کسا کار میکنیم همینجا با عبدالسالو را منطقه کلا بازی داره از جو یک اول در رفته سه ماه تکیه اساسی ما با بازینگران من بولتایف رستم، زاکر جان خالماتوف و عوض خمچینوف بر این بازینگران که سالی گذشته در این دسته برآمد میکنند همین ها میبوشند. و البته از جوان ها هم استفاده میکنید؟ بله بله، ما علاقه بمونند من امیر جان هجوم کننده جوان ما 19 ساله است که تکیه میکنیم
بسیار یک بازینگری خوب است. من فکر میکنم بعد یک دو سال ممکن که در لیگای اولی برآمد کنند این بازینگر. و باوری دارم این خیلی یک تنها امیر جان نیست در دسته هلبو گوسی، چندی نفر است. فوتبالی واسه همه وقت غنی از انعنات خوبه بود که بازینگران سابق پهلوی دستند و با ستار مربیان و البته بچه های جوان درس مهارت می آموزند. بازینگران سابق هلبو کن ما ساعت پنج بعدی بازی یومیم یار حدمان کتشون صحبت میگذارونیم که اینا ما در وقت چکل بازی میکردیم، چکل بازی کنه شما کجا در بازی کنیم، ما ملای ناز، رفتار، گفتارو را ما داییم این کارو میفهمونیم. مدت پنج سال شد ما هم یا قطعی سر کار داریم، ما بعضی وقت با قطعی هم یا هم بازی میکنیم سابقه دارو. در ناحیه واسه باز من سابقه دارون فوتبال هستن که اونها در سالهای پیش با من یک جایه در یک میدان قوه میازمودیم، هرچنده که من در دیگر ناحیه در دیگر شهر بازی میکردم، من بسیاری اونها رو پورا میشناسم، نغز میشناسم و اونها نیز اومده من تمرین های ما رو تماشا میکنن. علاقه ما دیروز با سابقه دارون هلبو که بازی یک بازی رفیخانه هم گذاروندیم، از حسابی که تجربه که اونها دارن با این میدان هر روز میاین و حرکت میکنن که یک چیز نیم چیز یاردم کننده. عادل جان مینگیاروف پسر یکی از بهترین بازینگران سابق هلبوک و سربان تازیره دسته سابق قدران هلبوک با باجان مینگیاروف می باشد و با گفتی او پدرش در بازی های خانگی و سفری هلبوک را همراهی می کند و بعد هر باخت در ردیف سرزنش سرمربی او را در خانه جنجال می کند. وقتی بای میتیم در رزگاه که ترینی مورا جنگ میکنن، با خونه میریم پدر مورا نصیحت میکنن باید خیلی کن در که جنگ میکنن. خب در همه بازی هایت پدرت حضور دارد؟ بله در همه بازی ها پدرم شروع میکنن. در خوجندن میریم، در خوجندن میاد تسکری میکنن، بلشکی میکنن. خب همه حضور پدرت کمک میکند یا اینکه اندکنده خلال میرسونه؟ بله کمک میکنن، پدر باشه کمک میکنن. چنانچه در بالا گفتیم 20 سال است که هلبوک در لیگ عالی بازی نکرده است و مخلصان دسته کیها پزمان فوتبال کلان در واسه می باشند. محض به خاطر پیاده کردن آرزوی دیرینه مخلصان امسال دسته از هر ساله دیده بهتر از جانب مقامات اجرایی حکومت محلی دستگیری می یابد. با رهبری گویم شربت علی عزیز اللهیف که دو دسته را دستگیری میکنند، یک تاش در لیگ عالی و یک تایدگر گویم من دسته ما هلبوک واسه در لیگ یکم. البته یکون کور به مشکلی نمیشود و من حرکت میکنم که اون گویم همون تجربه که دارم برای اون صرف کنم که دسته سالای گویم اویان در لیگ عالی برآمد کنم. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه واسه منتظم به دسته هلبوک نویه واسه دستگیری کرده می شود. از جمله در این موسمی که دسته هلبوک نویه واسه در لیگ یکم رقابت می نماید در سراسر جمهوری ماس به دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی نویه واسه می باشد. واسه در حقیقتن نویه فوتبالی و شمار می رود و فوتبال در نویه ما این زمان روش کرده استوده است، در حال روش است و ما باوری کامل داریم که دسته هلبوک و دسته فیزکندی نوحیه در موسم امساله جایهای نمایان را اشغال می نمایند. امروز با قنوات لطیفوف تمام باوری ها داده شده است. حکومت محلی کمک می کند، سابقه داران دستگیری می کنند و بازینگران با دست و دل گرم به میدان می برایند. یعنی وظیفه بلیگه اولی برآمدن باید اجرا شود. هرچند حریفان هلبوک در غفلت نیستند و به گفتی او مدعیان راحت به دیویزیون بالایی فوتبال تاجیک در این موسم نیز کم نیستند. برآمدن هم خیلی مشکل است البته. بله. چون که در دسته‌هایی که از لیگ عالی به لیگ یکم اومدن نهایت پرقوتند، به غیر از این دسته‌های اسخط منا بلخی نگفته نماند که دسته‌هایی که روشن کلوب که تاریخ بوی دارد خیلی دسته های پرقوت هستند. حالا من فکر میکنم که یکی از اون دسته های پرقوت دسته های جلال پنشری بلخی و
همین دسته روشن کلوب می بوشند. دسته پرخوات لیگ یکم، دسته روشن روشنی کلوب و بسیار دسته هایی که از لیگ اولی به لیگ یکم آمدن، دسته پنشدین و جلدین بلخی و بسیار دسته هایی. یعنی حریفان اساسی شما بندشه شما همی هست؟ بله، این ها از باز اسخط اشعری خوجان حریفان اساسی همی ها با فکر هم. اگرچه به گفته قنوار لطیپوف دسته با چند علت به موسم پورا آماده نیست، اما مهم از همه سرمربی و هم بازیگران باوری دارند که هولبوک سال آیند در لیگ عالی بازی خواهد کرد. برای لیگ عالی برآمدن خیلی کوشش کردند در کار، زحمت کشیدند در کار، بچه‌ها را تربیت کردند در کار، کوشش به حد کوشش کردند در کار. ما هم می‌خواهیم که همی کماند ما با لیگ اولی برو. این سال مربی نیومد، باز بسیار بازیگران ما به دست دعوت کردن. ما این سال مقصد اساسی ما با لیگ اولی برآمدن است. ما این سال باور داریم که با لیگ اولی میبریم. در نزد ما نه تنها لیگ اولی برآمدن است، بلکه حرکت کردن در کار که من همین بازیگرانی که جوانان در ناحیه واسه تمرین میکنند، اونها رو نیز به دست دعوت نمویم. در پایان مشق امروزه دسته زدن جریمه های مختلف را کارکرد میکرد، اما با استفاده از این فرصت آزمون انعنوی برنامه فوتبال تاجیک را با بازیگران هولبوک برگزار کردیم. دوستان عزیز، آزمون ما شروع میشود و چون انعنوی برنامه فوتبال تاجیک اول من شروع میکنم. البته مسلم از شما بیننده های عزیز که تا کدام اندازه من فوتبال بازم شما اینا میدونید. برای همین به هر صورت من کوشش میکنم، بعد بچه ها ادامه میدهند. من از آجون خواهش میکنم که کمی با حیثی محری در اینجا کار کنه. خوب بچه ها مرا دستگیری کنید. قریب خوب رفتیم. نوبتی بچه ها، ما بچه ها دستگیری میکنیم. رفتیم نوبتی عادل جان. عادل جان شروع میکنه، دستگیری میکنیم. نشد. نوبتی انور. رفتیم. نشد. عبدالرسول. رفتیم. و به حد عالی، به حد ضربه عالی. خوب ادامه میدهیم. داوود و خیلی بلند. امیر جان، نوبتی امیر جان. رفتیم. نشد از امیر جان. رستم داستانی واسه. نشد. رستم کجا میزنی؟ و بالا چوبی دروازه کجا است؟ خوب خیلی بازیگری با تجربه. زایر دستگیری میکنیم بچه ها. یک دستگیری میکنیم. وو! بلند. آخران نفر. کامل جان دستگیری میکنیم. نشد. خوب غالیبی ما کجا شد؟ غالیب کجا بود؟ محمد رسول بیا اینجا. اینجا بیا. محمد رسول چند سال است که در هولبوک بازی میکنی؟ یکم سال است. ببینید دوستان عزیز، یکم سال و در آزمونی ما غالب اومد. همین خیلی تجربه هست که همین گونه مشق اجرا کنین. من در میدان بسیار جریمه میزنم، از همین سبب آموختم همین را. همین رو زدن. بسیار خوب. قناعت عموما همین گونه جزئیات های مشق اجرا میشوند در همین دورانی در وقتی که شما مشق میدهید بچه‌ها؟ بله، ما اکثرا بعد من همین تمرین ها با 6 7 نفر امکانیت میکنیم تو 10 دقیقه توپ جریمه میزنند و ما همین یکی از توپ های جریمه را من همین رسول جان اجرا میکند که امروز غالب اومد در آزمون شما. خوب در ردیف عبدالرسول باز کی ها هستند که جریمه ها را اجرا میکنند؟ جریمه ها را باز یکی از بازیگران من زید میگیم، زین الدین است که بغیر از این من زاکر خالماتوف، رستم جان، من عادل اینو اجرا میکنن. 11 متر ها را کی میزنن؟ 11 متر ها را عادتا من همین عادل و زاکر میزنم. همین زدن 11 متر را قبلا مصلحت میکنن یا اینکه در وقتی بازی معین میکنن؟ ما علاقه در این بورا گفتیم و در یکی از تمرین ها نید من همین یکی در آخری تمرین ها رو اجرایشی من همین 11 متر بود، تو با 11 متر محض به همین دقت دادیم و به یک خلاصه اومدیم که من همین 3 نفری که من در بالا ذکر کردم اجرایش 11 متر در دوش آنها. بسیار خوب. عبدالرسول، جریمه زنی و ضربه زنی کدام فوتبال بازی عالم به تو معقول است؟ کریستیانو رونالدو. رونالدو؟ اگر ما بود تو بی ضربه تو گل شود مثل رونالدو پرواز کرده هم تو. خوب چگونه استقبال میکنی عبدالرسول گلت رو؟ گلم رو
یک وقتی که گل میزنی مثلا رونالدو اسلوبی خود را دارد، میسی اسلوبی خود را دارد، مثلا ارشاوین داشت اسلوبی خود، هر کدامش دارد. من فقط عادی جشن میگیرم، فقط عادی. عادی؟ بله. بچه ها چقدر جشن میگیرن؟ بچه ها را راستی هم نمیدونم. هر کس هر خود. دوستان عزیز، در همینجا برنامه فوتبال تاجیکی از آمادگی دسته هولبوک برای شما نقل کرد، به انجام میرسد. ما با دسته هولبوک در موسم امساله برای موفقیت را خواهانیم. بچه ها برای شما موفقیت.